خدا را برای خداوند اون برای خانهش و برای وفاداری خودتون یه دستم باز برای خودتون بزنید که به مسیح وفادار <applause> که به کلیسای خداوند با وفاداری میایید گرما امروز فکر کنم 105 باشه با این گرما نیز میایید و اجازه میدید در حضور خداوند اون استراحت رو داشته باشید و بتونیم واقعا به آنچه که به خاطرش آفریده شدیم نیز در اون مسیر قدم برداریم اما اولین وفادار به ما چه کسی بود؟ عیسی مسیح بود شاعری اعلام میکنه خداوند وفایت عاشقم کرد زهر بیگانه بیگانه هم کرد تو را دارم چه غم دارم به دنیا تو را دارم چه غم دارم به دنیا که عشقت سرفراز عالمم اگر ما چنین موقعیتی رو یافتیم با فیض خداوند که خداوند برای ما وفادار هستش میاییم در کلیسا و ما به مسیح میگیم ما به تو وفادار هستیم ما به تو آمین گفتیم ما به تو بله گفتیم اما بله ما این نیستش که فقط فکر کنیم کلیسا میریم خیلی ها توی دنیا کلیسا میرن خیلی ها شاید ده یک میدن مراسم مذهبی انجام میدن اما این دال بر این نیستش که اونها آنچه که اراده خداوند بود رو انجام دادن و اون تولد تازه هستش که ما ببینیم شخصیت ها افراد دارن عوض میشن اگر پنج سال، شیش سال، ده سال، یک سال شخصی که به کلیسای مسیح اومده عوض شده اون شخصیت اعمال کهنه دیگه درش نیست اگر ما عوض نشیم چه سودی داره آمدن ما به کلیسا ما میگیم نه تو کلیسا عوض بشیم به هم میرسیم میگیم هاللویا آخ برات دعا میکردم آمین قربونت برم قربونم بری نه نه اینه که نباید بگید قربونم بری <تصفح> بلکه حقیقتا بیرون از کلیسا خودمون رو نشون بدیم که مسیح چگونه هستش تعلیم مسیح چگونه هستش برای ما شخصی رو میکنه به خداوند دستاش به سمت خدا دراز میکنه و اعلام میکنه خداوند تو میدونی الان چند ساعته که من نه دروغ گفتم نه غیبت کردم نه با چشمام چیز بدی رو نگاه کردم نه سخن بدی گفتم خدا هیچ گناهی تو این پنج ساعت نکردم الان که دیگه از این تخت خواب میخوام بیام پایین خودت هوای منو داشته باش تو یه کلیسا ما نمیتونیم بگیم که واقعا ما تو کلیسا شخصیت خوبی هستیم بلکه این فیض خداست که اینجا قوتش ما به توسط روح القدس بده تا ما از این به بعد بتونیم خوب باشیم در طول این درس اعتدال زندگی یافتیم که حیات و زندگی سالم یعنی ایجاد تعادل که شرایط و وضعیتی طبیعی و مطلوب می باشد رو ایجاد کرده در یک استاندارد درست و یک بالانس یعنی هر چیزی سر جای خودش دور از هر زیاده و کسری یعنی برابر بودن و مناسب بودن که در مسیر هدف خلقت به هر تولیدی نیز ما رو به اون معنای باز عدالت میرسونه که میدونیم گفتیم از نظر علمی یعنی هر چیز سر جای خودش و کلام خدا من یک رابطه درست انسان رو با خدا عدالت میدونه که به دو نوع خوی بی در زندگی مانند زیاد خواهی و وسوسه پرداختیم و حالا میخوایم درباره یکی دیگه از اون در از رفتارهایی که بی اعتدالی رو در ما باعث می شود شتاب زدگی و عجله صحبت کنیم که متاسفانه جوامع امروزی ما اسیر این نوع رفتار می باشند که بدون هیچ نوع صبری میخوان بلافاصله فاصله یاد بگیرم برای همین شما نکات کوچیک رو بیشتر دوست دارید یاد بگیرید سخنان کوچیک که الان میبینیم روی فیسبوک و تمام رسانه های کامپیوتری هست مسافرت سریع بریم بیاییم درش لذتی نیست ولی بریم یه مسافرت سریع بیایم کم بشه برامون ازدواج کنیم روی همین رسانه های کامپیوتری آشنا بشیم بدون اینکه شناخت نزدیکی باشه روی فیسبوک همدیگر رو ببینن دختران و پسران و با رویا بافی هاشون حس خوبی داشته باشن و نیز پایه ازدواجشون رو روی اون فقط قرار بدن خرید زود که زود بخریم برای همین رو اینترنت میریم میخوایم سریع بخریم بدون اینکه تحقیق کنیم آگاهی داشته باشیم نسبت به آنچه که میخریم اون محصول و اون کالا آیا حقیقتا میتونه مفید و با کیفیت باشه و زودم تولید کنیم و نیز در اصل شاهد بر این هستیم که تولیدات بیشتر این روزها به فکر منافع است یعنی کیفیت درش نیست بیشتر کمیت درش هست بیشتر در فکر این هستن که بتونن زیاد تولید کنن و نیز سود ببرن و زودم ثروتمند شویم این هم یکی از نگرش‌های های اشتباهی هست که متاسفانه توی جوامه هست و در این زود ثروتمند شدن متاسفانه دیگه عدالت نخواهد بود و انصافم نخواهد بود نه عدالتی هست و نه انصافی فقط یک تلاشی هست که به اون که فکر میکنیم ما رو ثروتمند میکنه برسیم نویسنده اعلام میکنه انسان مدرن با مفهوم عجله بیشتر آشناست تا با مفهوم انسانیت و سلیمان حکیم در امثال 21 5 امروز درباره سلیمان بسیار صحبت خواهیم کرد در امسال 21 پنج اعلام میکنه زیرکی و کوشش انسان زیرکی و کوشش انسان را توانگر میکند تا اینجاش خوبه می باید این گونه باشیم اما شتاب زدگی باعث فقر است اینکه ما در حتی اون مسیر کار درست نیست با فعالیتمون قدم برمیداریم اما چون درش عجله هست و میخوایم سریع به اون برسیم متاسفانه برعکس عمل میکنه حتی اگر شتاب زدگی ما باعث ثروت هم بشه اینو بدونید درش برکتی نیست که ما فرزندان خدا به دنبالش هستیم باز سلیمان در امثال 20-21 اعلام میکنه مالی که به آسان به دست آمده باشد برکتی نخواهد داشت یعنی افزونی نیست درش خیریت درش نیستش یه مثال ایرانی هست میگه که باد رو باد خواهد برد یعنی در آن هیچ برکت و هیچ آرامش و هیچ اعتمادی نیست متاسفانه یکی دیگر از دلایل شتاب زدگی که همون طمع و منافع هستش باعث این خواهد شد که افراد در ناراستی خود را قرار بدن و ریتم زندگی و خوی و مرامشون رو اونگونه قرار داده باشن در امثال باز 28 20 میخونیم اعلام میکنه اشخاص درستکار کامیاب میشوند درستکار یعنی انصاف و عدالت رو در کارشون در نظر میگیرند اشخاص درستکار کامیاب میشوند ولی کسانی که برای ثروتمند شدن عجله میکنند بی سزا نمیمانند و همه خوب میدونیم که ثروت خدمتکار خوبیه ولی ارباب و رئیس خوبی نیستش باز اندیشمند اعلام میکنه از دست دادن ثروت مهم نیست از دست دادن ثروت مهم نیست صبر را نباید از دست داد چون اونجا هستش که ما امیدمون رو از دست میدیم افراد شتاب زده چون فقط به فکر رسیدن به هدف هستن و در این مسیر متاسفانه وسیله رو توجیه میکنن حاضر هستن برای رسیدن به اون هدف به هر کسی قولای علکی بدن دروغی هم نیز بگن حتی به خدا قول میدن من در طول این سالها که خداوند رو خدمت میکنم متاسفانه خیلی ها به من قول دادن خیلی ها به خدا قول دادن نسبت به رویامون کارهایی بکنن چون عجله کردن گفتن اما انجام ندادن حالا انجام که ندادن هیچی ما دیگه اونا رو هم نمیبینیم اصلا رفتن چون یه قولی رو دادن نمیتونن انجام بدن یا نمیخواستن انجام بدن حتی کلیسای مسیح رو نیست متاسفانه رها کردن در امثال 20 25 میخونیم اعلام میکنه هرگز نسنجیده قولی به خداوند نده زیرا ممکن است گرفتار شدی افراد شتاب زده از آنجایی که تصور میکنن که خود بهترین فکر رو دارن اندیشه رو دارن حتی تو صحبت کردن با مخاطبین خود اجازه نمیدن اونها رو صحبت کنن به نکات دارم میپردازم که خودمون رو چک کنیم اگر مخاطب داره صحبت میکنه مدام میپرم وسط صحبتش و اجازه نمیدن اون حرفش رو بزنه و باز با یک نتیجه گیری بد متاسفانه روبرو میشن همسال 29 20 اعلام میکنه تشخیص این که بدون فکر شخصی که بدون فکر کردن و با عجله جواب میدهد از یک احمق برتر هست حالا برعکسش هم میگه میگه امسال 25 15 شخص صبور میتواند حتی حاکم را متقاعد کند و زبان نرم میتواند هر مقاومت سختی را در هم بشکند و این باعث خواهد شد که افراد در صبر حتی در بدترین شرایط پیروزی ها داشته باشن همون گونه که شاعر اعلام میکنه صبر تلخ آمد صبر تلخ حقیقتا تو خیلی از موقعات صبر تلخه تجربه کردیم دیگه چقدر سخت تر همین نینای عزیزم یادم هست روز سهشنبه وقتی که ایشون زنگ زد و داشت درباره دخترش میگفت گفت آخه لکه هایی رو دیدن گفتم نینا جان مطمئن باش شما زنگ میزنی با فیض خداوند اعلام شفا میکنی اما 24 ساعت از صحبت من تا آنچه که نینا جان گفت زمان گرفت نینا جان چقدر برات سخت گذشتیم 24 ساعت واقعا میگه 24 سال چون صبر حقیقتا تلخ است تصورم بر این هست این شعر رو باید مولوی گفته باشه اعلام میکنه صبر صبر تلخ آمد ولیکن کن عاقبت میوه شیرین دهد پر منفعت و وقتی صبوری کرد میوهشو گرفت وقتی دعا میکنی صبر کن ایمان داشته باش که خداوند مطابق فیزش میخواد تو رو برکت بده در اتوبان عجله حرکت نکن معمولا افراد شتاب زده ظاهرا نشان میدهن خیلی هم دلیل هستن خیلی هم شجاع هستن میخوان کارایی انجام میدن ولی وقتی اون کار انجام میدن نمیشه یا میگه به خاطر فلانی خراب شد با فلانی بود یا میگن حتی خدا مقصره خود شخص خراب میکنه رو عجله بدونه که تمرکز درست روی موقعیتش داشته باشه اما یا خدا رو مقصر میکنه و یا دیگران رو باز امثال 19 دو الا سه اعلام میکنه داشتن دل و جرأت بدون حکمت بیفایده است و عجله باعث اشتباه می شود انسان با حماقت خود زندگی خود را تباه می کند و بعد گناه را به گردن خداوند می اندازد و بدون اینکه بخواد یک نگاه درستی داشته باشد متاسفانه حتی در امور خدمتی ما در کلیسا عجله و شتاب زدگی بسیار خطرناک گاهی افراد من میرسم میگن بعد از خدا با قلم صحبت کرد این عزیز خادم خدا بشه یا خودم میگم بهتر فلانی به نگاه میکنم به تیپش به صحبتش اینا میگم بهتر این خادم خدا بشه اما بهتر که من اول در حضور خدا بینم مثلا خدا خودش قبول میکنه این شخص خادم خدا بشه امروز اگر خادم خدا شد نتونست ادامه بده باعث آزار خودش و دیگران شد آیا این فکر میتونه درست باشه باز <applause> در اول تیم 5 ۲۲ میخونیم اعلام میکنه که در انتصاب کشیش عجله به خرج نده اتفاقی که ما داریم میبینیم این روزا زیاد داره میافته شب میخوابیم صبح بلند میشیم خدا رو شکرم میگیم چرا چون بخیل که نیستیم ایران سرزمین بزرگیه آمین کشیش های بسیاری میخواد اما کشیش هایی که با مس خدا باشن شبانانی که واقعا خواندگی داشته باشن گذشته از دانش که باید باشه باید مس خدا نیز باشه بخی نیستیم نسبت به این موضوع اما هوشیار باید باشیم چرا که لوس کردن خدمت مسیح شده این روزا متاسفانه که افراد با دانش کم و چون فراموش نکنیم رشته شاخه عجله و شتاب زدگی از تنه درخت کمالگرایی میاد شخص چون میخواد به اون جایگاه برسه خدمت رو میخواد سریع بگیره کشیشش رو میخواد سریع بگیره بعد اسقف بشه بعد اگه اجازه بش بدن پاپم میشه میگه رئیس جمهور پادشاه نمیشه و این مسیری هستش که آسیب متاسفانه میزنه به ملکوت خدامند اعلام میکنه پولس رسول به تیموتائوس در انتصاب کشیش عجله به خرج نده چون ممکن است او گناهی کرده باشد و تو با او در این کار که گناه کرده اون رو تایید کنی پس مواظب باش که خود را پاک و مقدس نگاه داری و نیز شاعری اعلام میکنه گندمی را زیر خاک انداختن پس ز خاکش خوشه ها بر ساختن مدت کشید زم این گونه نبودش که ما بگیم شخص وارد کلیسا شد وقتی وارد کلیسا شد بعد از یه مدتی یک باره دستگذاری کنن ما بعد اون نمیاد شاید فردا به من میگن آره سی نفر ایرانی که وارد کلیسا شدن تعمید گرفتن سه ماه بعدش هم شدن کشیش ما ما چیز ما مخالفت نمی کنیم ما فقط میدهیم. کار درستی نیست هیچ نو جنگی هم نداریم حالا چرا اینو میخوام بگم میخوام اینو خدمتتون بگم به عنوان فرزندان خدا اعضای یک بدن توی کلیسا حتی اگر میبینید یک خادمی دارای ضعف هست باید برای چکار کنیم دعا کنیم و بعد باید کمکش کنیم یعنی همونطور که اشتباس که یک شخصی رو بلا فاصله در عجله و شتاب زدگی به خدمت بگیریم و بسیار خطرناک است همین مقدارم خیلی خطرناک است که ما نقطه ضعفی رو در خادمی میبینیم بلا فاصله با عجله میخوایم اونو سرکوبش کنیم بگیم خدمت نکن یعنی هر دوی این میتونه خطرناک باشه باز ما در اول قرنتیان 4:5 می خونیم که پولس رسول میگه پس شما هم با عجله در این باره قضاوت نکنید که چه کسی خدمتگذار خوبی است و چه کسی بد وقتی خداوند بازگردد همه چیز را روشن خواهد ساخت و همه به وضوع خواهند دید که هر یک از ما در عمق وجودمان چگونه شخصی بوده ایم و با چه نیتی خدا را خدمت کرده ایم و در آن زمان خدا هر کس را همانقدر که سزاوار هست تحسین خواهد نمود از صبر و استقامت برای تمام امور زندگی ما لازم هست من معتقد هستم که صبر سپری قوی است که ما رو حفظ میکنه از تمام ویروس هایی همچون اشتباهات شکست ها و غرور و حتی از جنگ و ناامیدی همه این ما میدونیم که افراد عجول معمولا افراد مسترب هستند یعنی اون استرسی که دارند باعث این میشه که در مسیر انتخاباتشون نیز دست به اعمالی بزنن که مناسب نیست به طور خاص ما فرزندان خدا خیلی موقعا ما عجله میکنیم به خاطر اینکه نگاه میکنیم به گذشته خودمون و یا حال خودمون توهین ها و تهمت هایی که شنیدیم و حالا میخواییم به نوعی جوابگوی توهین ها و تهمت ها کنیم حالا میگیم ما بهتر هستش سریع دست به یه کاری بزنیم به دشمنان خودمون نشون بدیم که ما درست هستیم دیدید ما پیروز شدیم دیدید خداوند با ما بود اگه خدا با من نبود که من موفق نمیشدم و این نیز متاسفانه روشی درست نخواهد بود و باز ریشش از جایگاه میاد که در ترس هست اما بهترین راه این هستش که من در حضور خداوند برم در حضور خدا برم و از خدا بخوام که خدا به من این آرامش بده حتی در برابر توهین ها و تهمت هایی که ناروا بوده در مزمور 94 18 می که اعلام میکنه در کسرت اندیشه های دل من آنچرا که بر علیه من انجام دادن فکرای اشتباهی که کردم تسلی های تو جانم را آسایش میبخشد تسلیح های خداوند و نویسنده اعلام میکنه هرگه صبر و بردباری را از دست ندهید زیرا این آخرین توجه کنید این آخرین کلیدی است که در, در را میگشاید نهایتا با صبر باید ما پیروزی بشیم پیروز بشیم و در مزمور سی و هفت اعلام میکنه برای افرادی که تصور میکنن بر اثر توهین ها، تهمت ها، غیبت هایی که پشتشون شده وقتی که با خدای خودت وقت میذاری اون به تو بهترین آرامش رو میده میگه خودت را به خداوند بسپار و بر او اعتماد کن او تو را کمک خواهد کرد او بیگناهی تو را مانند روز روز روشن آشکار خواهد نمود در حضور خداوند ساکت باش یعنی آرامش داشته باش در حضور خدا میری ببخشید قرقر و شکایت نکن شروع نکن بر علیه اون کسی که ضد تو بوده خدای تو که میدونی خدا همه رو میدونه فقط سکوت کن بذار خدا تو رو تراپی کنه سکوت کن بذار خدا تو رو آروم کنه در حضور خدا من ساکت باش و با صبر منتظر کار او باش نگران کسانی که با هیلگری در زندگی موفق میشوند نباش اجازه نده افکار پریشانت بر تو حاکم بشه در حضور خدا برو و خودت تو تقدیس کن و اجازه بده که اون آرامش و اون پاکی در وجود تو قرار بگیره و چه مردان و چه زنانی که در کتاب مقدس ما شاهد هستیم که در شتاب زدگی متاسفانه تقدیر زندگیشون رو از نیکویی به سختی ها رسوندن از خود آدم و حوا به جای اینکه برن با خدا مشورت کنن زمانی که شیطان اونها رو فریب داد و نیز از قائن به جای اینکه در حضور خدا توبه کنه برادر خودش رو میکشه برادران یوسف به جای اینکه بشینن یه مشورت درست بگن عجله نکنن برادرشون رو توی چاه قرار میدن سارا و ابراهیم وقتی که میبینن از وعده خدا زمانی گذشته تصمیم میگیرن که زن دوم بگیره ابراهیم هاجر و میبینیم هممون هم میدیم که با چه مصیبتی روبرو شدن و به طور خاص ما که فرزندان خدا هستیم صبر رو باید بیاموزیم در صبر باید تحمل کنیم کلام خدا میگه مشکلات و سختی ها میاد تا تو صبور بشی تا تو قوی بشی شخص ایمانداری به دوست ایماندارش میگه چند روزی هست یه مشکلات خیلی بدی هستم اگر میشه برای من دعا کن اونم براش دعا میکنه دوباره وقتی که میره دوباره زنگ میزنه میگه ببین مشکلم حل نشده اگه میشه دوباره دعا کنی دوباره دعا میکنه همینطور تکرار آخر سر میگه ببین بیا بریم با هم دیگه تو کلیسا دعا کن وقتی میتش تو کلیسا میگه ببین خودت باید بری دعا کنی تو امروز این نیازها و آنچرا که میخوایی نیاز اصلی تو نیست میگه پس نیاز من چیه میگه نیاز اصلی تو صبره برو از خداوند صبر بخوا میگه تو نمیاد دعا کنی میگه نه خودت بخوا. بعد این هم با فاصله وایسه میدهیم دعا می خدا من سب, ده، سب, ده، سب ده. بده سب بده بده همین الان بده همین الان به من سب رو بده یه <applause> موقع است که ما متاسفانه این گونه می برسیم به سب اما ما اینو بدونیم که باز هم نمیشه چرا که خداوند میخواد ما قوی بشیم در تفکر به خداوند و در حضور خدا ما میتونیم از شتاب زدگی رها بشیم و اعتدال زندگی رو داشته باشیم بریم با همدیگه نامه فیلیپیان چهار چهار الا هفت رو بشنویم پس آنچه که پولس رسول داره میگه در اصل ما رو داره توی اتوبان استقامت و صبر میبره لازم داریم در اونجا باشیم و تحمل کنیم صبر رو باید آموخت پولوس رسول دیگه پیر شده بود توی زندان شاید جوون بود هرگز این نامه رو نمی نوشت. اما چون سنی ازش گذشته بود و روی تجربه صبر رو آموخته بود شخصی توی مهمانی بعد از اینکه پیانو میزنه و آهنگ بسیار زیبایی میزنه همه تشویقش میکنن یه نفر میره اونجا بهش میگه که من حاضرم نصفی از عمرم رو بدم تا مثل تو پیانو بزنم طرف هم یه کله تکون میده میگه اتفاقا منم نصفی از عمرم رو دادم تا یاد گرفتم پس وقت میبره تا صبر رو بیاموزیم بفهم در خداوند دائما شاد باشی آمین. و باز میگویم شاد باشی اعتداد شما بر جمع مردم معروف بشود خداوند نزدیک است برای هیچ چیز اندیشه مکنید که در هر چیز با سلات و دعا با شوگذاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید آمین آمین میتونیم برای کلام خدا دست بزنیم متاسفانه عدم شناخت درست از موضوعات زندگی و یا تجربیات که در گذشته برامون پیش اومده باعث این خواهد شد که ما عجول بشیم و یا نوع تعلیم ما در خانواده و یا شرایط ناگوار زندگی ما باعث شده که ما عجول و شتاب زده بشیم و حتی استرس و ترس همه ما میدونیم میتونه ارسی بوده باشه اما باید بیستیم اونجا باید بیستیم یا باید رها بشیم مسیحیت یعنی شفا و آزادی اگر ما در مسیر زندگی سالمون توی ملکوت خدا به فکر شفا و آزادی نباشیم هرگز آنچرا که خدا از ما انتظار داشته ما نخواهیم شد کلام خداوند اعلام میکنه توسط پولس رسول در مسیح خلقتی تازه است چیزهای کهنه حتی من مثل دیروزم نباید باشم من از دیروزم باید بهتر باشم در رشد ملکوت خدا این یک تعریف و یک معنای درست داره برای زندگی من تا بتونم تو یک جایگاه خوبی نیز قرار بگیرم در غیر این صورت مدام و مدام من هم خود و هم دیگران را آزار خواهم داد نسبت موضوعاتی که در برابر من قرار میگیره زنی دیروقت وقت از سر کار میاد و همین که میاد چون قصه بوده اتاق خوابشون هم طبقه بالای خونه بوده میره بالا که بخواب ریلکس کنه یک دفعه به نگاه میکنه اینه از زیر پتو به جای دو تا پا چهار تا پا اومده بیرون یه نگاهی به چوب لباسی میکنه چوب لباسی لباساشو ورمیده و با, با چوب لباسی شروع میکنه اونها رو کتک زدن و با عصبانیت میاد پایین وقتی که میاد پایین نگاه میکنه همسرش داره روزنامه میخونه همسرش نگاه میکنه میگه عزیزم خسته نباشی اتفاقا پدر مادر در شهرستان اومدن دیدم خیلی خستن گفتم برن تو اتاق خواب ما بخوابن عجله این گونه ما رو آزار میده باید بدونیم چه کار؟ این جوکه ولی حقیقت تو زندگی ما هست این گونه حالا به این نوع نبوده به نوع دیگه متاسفانه عمل کرده در زمین بریم با هم دیگه انجیل متا چهارده 22 23 رو داشته باشیم و یکی دیگه از رسولانی که در این مسیر شتاب زده بودن پتروس رسول هست ما میدونیم که پتروس در ممانعت به اورشلیم که مسیح میخواست بره مانع اون میشه این عجله و شتاب زده بدون که درک درستی داشته باشه عدم درک درست باعث این میشه ما عجول باشیم در قولی که به مسیح میده عجولانه به مسیح قول میده و مسیح میگه که تو مرا سه بار منکر میشیم و حالا بریم ببینیم کجا دوباره عجولانه عمل میکنه پتروس بیدرنگ ایسا شاگردان خود را اصرار نمود تا به کشتی سوار شده پیش از وی به کناره دیگر روانه شوند تا آن گروه را رخصت دهد بله و چون مردم را روانه نمود در اون شرایط خب میدونیم قضی اگر شما آیات گذشته رو بخونید متوجه میشید که ایسای مسیح قبلش بیش از پنج هزار نفر و خوراک داده با مجزه و این باعث میشه مردم یک تمرکز دیگه ای داشته باشن به عیسی مسیح و فکر میکنن که واه اون توی جایگاه خیلی عالی هست مس خدا رو داره پس بنابراین بیاییم پادشاه کنیم ولی ما میدونیم پادشاهی مسیح قلبیه آسمانی هستش و میگه عیسی مسیح از اونجا گریخت هرچند شاگردان بعدشون نیمد حالا اون پادشاه میشد اینا سمت راست و چپ و اینا دنیوی داشتن فکر میکردن هنوز رسولان این ایمان بعد از پنتیکاس رو نداشتن برای همین خواهش میکنم هم کسی وارد کلیسا میشه حتی تعمیدم میگیره بهش فرصت بدید کمکش کنید تعلیمش بدید محبتش کنید تا درک کنه عیسی مسیح چه کسی است ما تو هفتش ما شاید نتونیم اون ایمانی که لازم هست رو به عزیزان نیز انتقال بدیم هم خودشون باید در این قسمت سهمی دارن و هم همه ما در برابر ترمیدی ها سهم داریم اونها رو محبت و پیگیری کنیم بله و چون مردم را روانه نمود به خلوت برای عبادت بر فراز کوهی برآمد یکی دیگه از تعالیمی که ما میتونیم اینجا بگیریم این هست قبل از خدمت دعا کن ما توی کلیسای پرستان مسیح دو به دو از عیزان خواهش کردم که قبل از اینکه وارد کلیسا بشید دعا کنید نمیدونم چند نفر این کارو میکنید چند نفر واقعا برای این موضوع ایستادید اما این موضوع بسیار مهم است من هفته گذشته بعد, بعد از اینکه عزیزان رو 16 نفر رو تعمید دادم و طبق معمول حقیقتا میرم در حضور خدا دعا میکنم شکر گذاری میکنم و برای افراد به طور خاص دعا میکنم من اون شب خواب دیدم خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم که دارم میخوام افرادی رو تعمید بدم وقتی وارد کلیسا شدم کلیسا یک دیوار کوتاه داشت که یه دین ور بودن یه دین ور ولی من طوری وارد شدم که اول رفتم تعمیدی ها دیدم دم این تعمیدی ها چقدر لاغر و چقدر بیحال و بیحس بودن و همم داد میزدن ناله میکردن عذر میخوام این چیزی بود که من دیدم و بعد گفتم این گروه دعا کجا هستن اینا که خب بلد نیستن خوب دعا کنن این گروه دعا قرار بود در اینا دعا کنن رفتم دیدم گروه دعا بعضش از اینها بدتر بودن اونها هم لاغر و همه افتاده بودن این خواب روحانی عیزان این هوشیاریه باید هوشیار باشیم در این رابطه و بعد من شروع کردم با اونها صحبت کردم خیلی تند باشون صحبت کردم که چه وضعیه چرا شما اینقدر لاغر شدید چرا دو از دعا کردن دست برداشتید و دستا اینها رو گرفتن و اینها به صورت دستها دستا هم گرفتن و من این تکونشون که دادم مثل موج اینا تکون خوردن بعد دیدم اینا دارن شروع کردن دعا کردن اومدم برم به اونها بگم تعمیدی یا دعا کنید دیدم اونها ایستادن و خیلی خوشحال و خیلی هم قوی دعا برای همدیگه عزیزان تاثیر میذاره از خواب که بلند شدم در حضور خدا رفتم و توبه کردم گفتم خدایا منو بخش نسبت به دعا تو کلیسا داریم ضعیف عمل میکنیم با اینکه نسبت به کلیساهای دیگه خوب هستیم خیلی خوبیم اما نسبت به رویایی که خدا ما داده رویای ما فقط این نیست که بگیم یه کلیسا داشته باشیم ده بیست نفر آدم دور هم جمع بشیم رویای ما برای خ... کل ایران هستش رویای ما این هست که بعد از ایران بتونیم کشورهای همسایه ایران رو بشارت بدیم ونگارد با این رویا داره عمل میکنه نه فقط به یک تلویزیون نه فقط به یک کلیسا و هر کسی که این رویا رو درک کنه کنار من میسته تا آخرش میسته هر کی درک نکنه نمیسته همونطور که خیلی ها نیستادن. نمیتونه بیسته چون این رویا رویای خطرناکیه پس احتیاج به دعا داره باید مردان خدا و زنان ایمان در دعا قوت داشته باشن برای اینکه خوب بتونن رشد کنن بله بفهمید و وقت شام در آنجا تنها بود اما کشتی در آن وقت در میان دریا به سبب باد مخالف که میوزید به امواج گرفتار بود و در پاس چهارم از شب ایسا بر دریا خرامیده منظور سه, سه صبح هستش بله اما چون شاگردان او را دریا خرامان دیدن مسترب شده گفتند که خیالی است و از خوف فریاد برآوردند اما عیسی ایشان را بی تعمل خطاب کرده گفت خاطر جمع دارید منم ترسان ما باشید پتروس در جواب او گفت حتی اگر خب تا اون زمان اینو با میدونیم اون زمان رسولان روح القدس رو نداشتن از روز پنتیکاس به بعد روح القدس اومد و مسیح گفت من شما را یتیم نمیگذارم بلکه با شما خواهم بود تا انتهای عالم پس به توسط روح القدس منظورش می بود پس اینها حق داشتن که بترسن و نگران باشن اما ما حق نداریم ما چنین حقی نداریم به طور خاص خادمی. میدونیم که کلام خدا ما رو تشویق ما همه خادمین هستیم همه ما خادمین حالا خیلی از خادمین رسما الان خادمن ولی شما به عنوان عضو این کلیسا خادمی شما هم که تعمید گرفتیم اون هفته خادم خدا هستی امیدوارم خادم خواب نباشی بیدار باشی صدای خدا رو بشنوی با کلام خداوند وقت بدی در حضور خدا وقت بدی تا رشد کنی توجیهات دنیا رو دلیل اینو ندونی که نمیتونی در مسیح رشد بکنی تو برای مسیح بیستی مسیح برای تو ایستاده عزیزان بالاتر از این سلامتی و شفا نیست که خداوند به دختر اینا داد وضعیتت چقدر خرابه نظر مالی آیا خدا نمیتونه ما ایمان داریم خدای ما قادره؟ اگه قادر هست شرایط مالی تو میتونه تامین کنه زندگی تو میتونه تامین کنه پس بیست براش وقتی بیستی اون نیز برای شما خواهد ایستاد بله پتروس در جواب او گفت خداوندا اگر توی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو آیم با شک میگه یعنی شک داشته واقعا مطمئن نبوده این خداوند میگه اگر تویی برای همین دارم میگم ایمانشون قوی نبود ولی ما امروز ایمانمون قویه عزیزان هزاران دلیل داریم من فکر نمی کنم. ماهی بیاد بره و حداقل حد ده تا گواهی مانند خواهر آنچه که خواهرم گفت من نشم حتما میشنوم حداقل حد ده تا حتی اگه شما تو برنامه امید جاودان نگاه کنید که شما میبینید تو هر برنامه حداقل حد ده تا گواهی میدن که ما دعا کردیم خداوند با فیزش عمل کرده اما این برای رسول نیست برای تو هم هست برای همه ما هستش که باید برای همدیگه دعا کنیم و برای خودمون دعا کنیم و خداوند مطابق فیضش ما رو برکت خواهد داد بله گفت بیا در ساعت پتروس از کشتی فرود شده و روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید اینجا دوباره ما, می... ما شتاب پتروس رو داریم میبینیم درست ظاهرا کار بدی نکرد ولی اصلا روش فکر نکرد آیا مسیح خداونده؟ نه پیغمبره؟ نبیه؟ نه اینجوری نمیشه خیلی از عیزان هستن میان به عنوان باور دگر باورمندان توی کلیسا ما میگیم ایسای مسیح خداونده حالا اون یه چیز دیگه فکر میکنه مثل خود من اولین بار وقتی وارد کلیسا شدم مسیح برای من پیغمبر بود ولی وقتی شفای اون رو دیدم تحقیق کردم فهمیدم اون خداونده تا امروز و تا ابد برای من خداوند هستش و اون رو خداوند اعلام میکنم اسم کلیسایمون هم گوشیم. کلیسای پرستندگان مسیح که خدا را باید بپرستیم ایستادن برای این موضوع بیست برای آنچه که درست هست بیست و خداوند هرگز نمیذاره که تو اذیت بشی بیست اعمال تو نشون میده مسیح خداوند تو هستش رفتار تو اعتماد تو به خدا نشون میده مسیح خداوند تو است شک تو بر این رو نشون میده ترس تو بر خلافش نشون میده اگر صبور نیستی بر خلافش رو داری ثابت میکنی اعمال به ما نشون خواهد داد آیا مسیح خداوند منه یا پیغمبر من هستش آیا مسیح حقیقتا خداست و یا نه یک استاد خیلی خوبی بود که سخنان خوب گفت بله لاکن چون باد را شدید دید ترسان گشت و مشرف به غرق شده فریاد برآورده گفت خداوندا مرا دریاب ایسا بیدرنگ دست آورده او را بگرفت و گفت ای کم ایمان چرا شک آوردی و چون به کشتی سوار شدند باد ساکن گردید پس اهل کشتی آمده او را پرستش کرده گفتند فل حقیقت تو پسر خدا هستی آمین آمین, آمی. میتونیم برای این قصه کلام خود تا زمانی که تمرکز ما به خداست تمرکز ما به رویای خداست تمرکز من به کلیسایی که خدا به من داده شبان و رهبران و خادمینی که خداوند قرار داده تا من کنار اونها باشم من فکوسم به مسیح و هرگز نمیفتم لغزش نمیخورم. ولی زمانی که من تمرکزم جای دیگه است تعلیم دیگران هست کلیساهای دیگه هست کتاب دیگه ای هستش که بد نیست از اون رویا دارم در میام بدون شک ما میفتیم بدون شک ما میفتیم هفت سال در یک کلیسا خداوند رو خدمت کردم بدون شعبانم هرگز هرگز هیچ کجا نمیرفتم نمیگم شما این کار رو بکنید یا نکنید ولی این کار من نکردم هم برای مسیح استادم هم برای شعبانی که خداوند برای من مقیر کرده بود و این روشی هستش که کمک میکنه ما در این مسیر بتونیم سالم قدم برداریم و برای جلال نام مسیح زندگی خوبی رو داشته باشیم به اون چی حقیقتا درست است ناپلون به ناپارت اعلام میکنه خونسردی و سب بزرگترین صفت یک فرمانده هست آیا ما پادشاه ها نیستیم؟ پس باید صبور باشیم منظورم از صبر این نیستش که ایزان بی نظم باشیم شما یه موقع هستش که میبینید یه کاری انجام دارید دارید انجام میدید احتیاج هستش برای اون نظم نیز شتاب داشته باشی. ولی از قبلش باید برنامه ریزی داشته باشیم که به دام آن نیافتیم که ما رو بی کنه به چند مورد از دلایل شتاب زدگی سریع میخوام بپردازم یک احساس این که همه از من جلوتر هستن زمانی که من چنین احساسی دارم که همه از من جلوتر هستن و من وقت کافی ندارم برای رسیدن به هدف سعی میکنم به جای به جای راه رفتن بدوم و لذت از طبیعتی که در اطرافم هست نبرم به جای اینکه خوراک بجوم خوراک و قود میدم فکر میکنم کاری مهمتر از خوردن نیز دارم پس سلامتی خودم رو از دست میدم به جای اینکه تماشای یک فیلم خوب سینمایی باشم میشینم اونو تا آخرش هنوز یه را به شروع نشده همه رو پیشگویی میکنم به همه میگم میگم آره اینی ای میشه این میشه بدم بالا میشم خسته میشم بازم لذت نمیبرم چون حقیقتا زندگی رو تر از اون گرفتم که هستش و اجازه نمیدم که آرامش به جای اینکه گوش بدم که مخاطبم به من چی میگه همون گونه که گفتم میپریم تو حرف و صحبت های مخاطب خودمون و کمتر متاسفانه یاد میگیریم و معمولا این افراد دوست ندارم به سمینارها برم به کنفرانس برن به کلیسا برن چون فکر میکنن که همه چیز رو میدونم و عواقب شتاب زدگی هم میدونیم که عصبی بودن هست سوزش معده هستش تندخویی هستش و همون گونه که گفتم چون خوراک رو قود میدن خیلیا اون موقع حزب خوبی نخواهد داشت پریشانی و خستگی و ناامیدی و نیز موقعیت های بدی رو با خودش میاره چون یک شناخت درست ما نداریم از زندگی ما. زن و شوهری میان کلیسا نزد یک کشیش و به اون کشیش میگن ما سالها ازدواج کردیم اما صاحب فرزند نشدیم کشیش براشون دعا میکنه یک ماه و نیم بعد مردم یه خدا شکر ما صاحب فرزند شدیم خانمم حامله شده گذاری میکنه گفتم خانمم حامله شده ولی هنو بچهش به دنیا نیمده میگه خب بالا به دنیا میاد دوباره هر هفته زنگ میزده آخر سر کشه ناراحت میشه میگه من بفرمایید مگه همسر شما چند ماه هست میگه دو ماهشه میگه ببخشید اون روز که شما اومدید من برای همسر شما دعا کردم من دعا کردم بچه دار شه دعا نکردم مکروفر میک... بشه <تصفح> حالا گای هستش که ما انتظار داریم در زمان دعا توی یک موقعیتی قرار بگیریم که همون موقع آنچه که میخوایم رو ببینیم و این به ما آسیب خواهد زد ما اطمینان داریم که خداوند با ماست آمین و هر آنچه که نیکوست رو نصیب ما خواهد کرد اما چگونه می توانیم زندگی سالم داشته باشیم می توانیم دو نکته قبلی رو هم داشته باشیم بله چگونه می توانیم زندگی سالم داشته باشیم یک بهره یک زندگی سالم می بایست به اعتدال اندیشید تا دور از هر زیاده خواهی در خداوند دائما شاد باشیم نکته دوم بهر یک زندگی سالم می بایست به اعتدال اندیشید تا دور از هر وسوسه در خداوند دائما وفادار باشیم نکته آخر بهر یک زندگی سالم می بایست به اعتدال اندیشید تا دور از هر شتاب زدگی در خداوند دائما صبور باشیم صبری که برای ما استقامت خوب میاره و اجازه نمیده که ما آسیب بخوریم و همون گونه که گفتیم برای داشتن این صبر ارمیا 33 سه, سه اعلام میکنه مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم و در اون مسیر شما تسلیم میگیرید و اون چیزایی که نمیدونی برای پیروزیت اونها را بهت بگه و نیز متا هفت هفت که اعلام میکنه سوال کنید که به شما داده خواهد شد طلبید که خواهید یافت بکوبید که برای شما باز خواهد شد باز کرده خواهد شد اما با یک برنامه درست یک برنامه درست برای ورزش یک برنامه درست برای کارت یک برنامه درست برای تفرید یک برنامه درست برای خانوادت با این برنامه شما میتونید کمک خودتون کنید که عجول نباشید در غیر این صورت برای رسیدن به یک کار دیگه همیشه عجله میکنید و کار قبلی نیست متاسفانه توی موقعیت بد قرار خواهد گرفت در کتاب جامعه اعلام میکنه زیرا برای انجام هر امری هر چند مشکلات زیادی برای انسان داشته باشد وقت و موقع مناسبی وجود دارد ما فرزندان خدا هستیم میباید در نظم و برنامه نیز جایگاهی قرار بگیریم که آسیب نخوریم و مواظب باشیم گاهی لازم هست که روزه بگیریم از این تلفن بازیم یکی دو ساعت به خود استراحت بده در روز به دنبال کامپیوتر و تلویزیون نرو چون همونها داره کمک میکنه که ما عجول داریم میشیم و از یک روال زندگی سالم متاسفانه دور میشیم و نمیتونیم توی یک جایگاه خوبی قرار بگیریم و این هوشیاری رو داشته باشیم با خبر بد بلا فاصله ناراحت نشو چون میتونه اون خبر بد همون که خواهرم گفت خوب بشه در کلام خداوند رومیان 8:28 اعلام میکنه مشکلات و سختی برای آنانی که به او ایمان دارن و اراده او رو میخوان به خیریت تبدیل میشه پس برای خبرهای بد ناراحت نشو برای خبرهای خیلی خوشم هیجان زده نشو یه فرزند خدا اون اعتدالش داره خوشحال هستیم اما مواظب باش باز توی جایگاهی قرار نگیری که بعدا خودت خودت رو سرزنش کنی آرامش رو داشته باش هم برای خبرهای خوب و هم برای خبرهای بد که خداوند ما رو مطمئن بدونیم که برکت خواهد داد بریم با هم دیگه آخرین آیه رو نیز بشنویم ابرانیان ده سی, و پنج سی و هفت. پس ترک مکنید دلیری خود را که مقروم به مجازات عظیم می باشد زیرا که شما را صبر لازم است تا اراده خدا را به جا آورده وعده را بیابید زیرا که بعد از اندک زمانی آن آینده خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود آمین 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 لطفا آخرین سالو اگر نگاه کنید این سوالا رو من نمیدم خواهش میکنم این بورشورا داده میشه زحمت کشیده میشه بعد از اون پرویز جان لطف میکنم میان و منم ریتمی که دارم میدم برای این هست که یاد بگیریم کلیسای مسیح بنا شده برای یاد گرفتن خواهش میکنم در طول هفته یک نگاهی بکنید پنج شنبه ها ما اینجا جلسه داریم میتونید وقتی میایید نسبت به آنچه که آموختید آن این رو به من بگید اون سوالی که هست رو اون سوال رو, رو عنوان کنید و بدونم چه نتیجه گرفتید، حتی میتونید با معلمینتون در میون بذارید بردر مت در امیر عزیز در میون بذارید یا با خادمین کلیسا لطفا سوالو بگیرید. سوال این هفته آیا برای رسیدن به هدف کیفیت و کمیت و آرامش مهمتر است و یا سریعتر به مقصد رسیدن و ریشه شتاب زدگی شما در زندگی چیست بله لطفا این سوالو نگاه کنید و ببینید برای شما عزیزانی که وقت میذارید کلیسا میایید کلام خدا رو میشنوید تا زندگی پاک و خوبی داشته باشید آیا آرامش بهتره؟ اگه به دنبال آرامش هستید باید این نتیجه خوبی بگیرید ببینید پس چه چیزهایی میخواد آرامش شما رو از دست بده همونجا مشکلی هست به نام عجله و شتاب زدگی مانع بشید ریشش هم پیدا کن وقتی ریشش رو پیدا کردی ببر در حضور خدا شاید ریشش فکر میکنی فلان کس هست که تو رو اذیت کرده در دوران کودکی و الان دیگه نمیتونی اعتماد کنی میبینی در حضور خدا اونو میبخشی شرایط خودت رو در حضور خدا این باید. هر نوع شرایطی هستش از خدا میخوای که خدا قوت تو باشه و تو رو تراب <applause>